درگیری میان نیروهای پشتیبانی سریع سودان و ارتش سودان در دارفور باز هم منجر به کشته شدن 20 غیر نظامی شد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. باز هم در جریان درگیری ها بین دو طرف منازعه در سودان نیروهای پشتیبانی سریع سودان RSF و ارتش سودان SAF این غیر نظامیان هستند که گرفتار شده و همچنان تعداد زیادی از آنان کشته و آواره می شوند. بر اساس اخبار دریافتی حداقل 20 غیر نظامی در شهر سنار و زلینگی مرکز ایالت دارفور مرکزی در درگیری بین نیروهای پشتیبانی سری سودان RSF و ارتش سودان SAF جان خود را از دست دادند. یک سازمان مدنی به نام مرکز هماهنگی عمومی اردوگاه های آوارگان و پناهندگان روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد که هواپیماهای ارتش سودان کمپ خمس دقایق در زلینگی را بمباران کردند که طی آن پنج نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند در بخش جنوبی این کشور شبکه پزشکی سودانی که یک سازمان غیر دولتی است گزارش داد که در روز شنبه بر اثر شلیک توپخانه نیروهای RSF به شهر سنار حدود 15 نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. در این بیانیه آمده است گلول باران بیرویه با هدف قرار دادن کمپ آوارگان فاجعه ای انسانی ایجاد کرد که پس از آن مجروحان برای مداوا به بیمارستان آموزشی شهر منتقل شدند. کمیته هماهنگی مقاومت در شهر الفاشر مرکز ایالت دارفور شماری در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آر به گلول باران کمپ ابو شخ که آوارگان در آن سکونت دارند ادامه دادند و طی این حملات چهار گلوله به کمپ اصابت کرد نیروهای پشتیبانی سری سودان و ارتش سودان هنوز در مورد این حادثه اظهار نظری نکردند گفتنی است که درگیری ها در سودان در آوریل 2023 بین ژنرال ارتش عبدالفتاح البرهان و فرمانده نیروهای آر اس اف محمد همدان داگالو بر سر اختلاف در مورد ادغام این گروه شبه نظامی در ارتش آغاز شد. این درگیری ها منجر به یک بحران انسانی ویرانگر شده و نزدیک به 18800 نفر به دلیل درگیری های جاری کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.